بسم الله الرحمن الرحیم. میم در بخش سیتینگ استارت مینیو سیتینگز تایپ کرده انتر میکنیم. وی که در قسمت استارت مینیو رایت کلک کرده از اینجا هم میتونیم سیتینگ انتخاب کنیم. خب دوستا میم در بخش سیستم. در سیستم ما شما دیسپلی را قبلا در قسمت پرسونالایزیشن کار کردیم. در مجموع موضوعات بود که ما شما در اینجا کار کرده بودیم در قسمت پرسونالایزیشن و حال میم در بخش سیستم قسمت ساوند. اگرچه ساوند هم ما شما یک اندازش کار کردیم، خب حال یک قسمت باقی مانده انشاءالله کار خواهد کردیم. اول گفته choose your output device. خب در صورتی که ما چندین سپیکر داشته باشیم، فرض کنین هدفون است یا یک سپیکر های اکسترنال داریم و یکی انترنال سپیکر هاست که از خود سیستم هست، از خود کامپیوتر می باشه. فعلا ما اکسترنال کدام سپیکر را کنکت نکردیم، آلتنا انترنال است. اینجا ما فقط یک چایز داریم، انتخاب کردیم سپیکر را. بعد از او در قسمت دیوایس پروپرتیز شما در صورت که هدفون فرض کنین وصل کردین، آلو می خواهیم که هدفون از قسمت بلند طرف لفتش انتخاب بکنین که به کدام اندازه ساوندش باشه و طرف رایتش به کدام اندازه ساوندش باشه. بخشی و بلندی رو میتونین از اینجا براش انتخاب بکنین. خب یایی که میگین بخی دسیبل باشه که صدا نداشته باشه، یا میتونین که انتخاب بکنین پس انچه بکنین. اگر متوجه شده باشه وقتی ما دسیبل میگم، سعی کنین از قسمت نوتیفیکیشن ایریا اینجا ساوند دسیبل میشه در مجموع. شما میتونید که نامش هم از اینجا تبدیل بکنید، رینیم بکنید. خب بخش بعدیش دوستان میتونید که ولیوم از اینجا بخش رو بلند بکنید یا از قسمت نوتیفیکیشن ایریا هم میتونید که ساوند به اندازه ضرورت انتخاب بکنید. و قسمت ترابل شوت که اگر کدام وقت از لحاظ ساوند سیستم ما چیز مشکل می داشته باشه، میتونید از اینجا ترابل شوت بکنید به خاطر حل مشکل ساوند. بگم manage sound devices، اگر متوجه شده باشین اینجا output devices speakers فعلا فقط یک internal speaker داریم و input device که از خود مایکروفون است که فعلا یک internal مایکروفون داریم. اگر چندین speaker یا مایکروفون external هم وصل بکنیم در اینجا list میشه. خب حال speaker اگر ما بیایم از اینجا disable بگویم، بازم هم گپ پیشتر ما شما در اینجا هم disable میشه و با کلی ساوند انترنال سیستم ما شما غیر فعال است. هر وقت خواسته باشی انیبل بگو، از اینجا دوباره سپیکر فعال میشه و از این قسمت هم فعال است. حالا در مجموع ساوند سیستم ما فعال میشه و همچنان بخش مایکروفون است، میتونید شما دسیبل انیبل بگو. و قسمت اینپوت باز هم شما میتونید که اینپوت دیوایس مایکروفون، چون حال فعلا تنها انترنال مایکروفون است سلکت است، اگر چندین دانه باشین یا لست میشه و میتونی جا ببینی که تست میکنیم فعلا این ساوند مرا فعلا در حالت ریکارد است و میبینیم که مایکروفون فعال است. اگر کدام وقت مشکل پیش میکنه، شما میتونین که از قسمت ترابل شوت هم مایک ترابل شوت بکنین و مشکلش حل بشه. در بخش دیوایس پروپرتیز شما میتونین که از اینجا مایک انتخاب بکنین که با کدام انداز بلند باشه و مایکروفونتون هم رینیم کرده میدونی یا بخی غیر فعال میکنید. حال چون غیر فعال نمیکنید که در حالت ریکارد است و فعلا در حالت کار است و ما ساوند خود ریکارد میکنیم. دیگه موضوعی که ما شما داریم دوستان منیج ساوند است که در قبل ما شما خب پیشتر ببخشید بحث کردیم بالاش و در اینجا ما شما ادوانس ساوند داریم کلک کرده و ماستر ویلیام میتونید که ساوند باز هم چی از اینجا ما شما ساوند بتونیم پخش و بلند بکنیم، کم و زیاد بکنیم چی از اینجا و اوتپوت سپیکر ها از در صورت چندین دانه داشته باشیم، قسمت پیشتر براتون گفتم از اینجا هم میتونید سلکت بکنیم و سیستم ساوند است. یکی دوستا اپلیکیشن ساوند داریم که از ویدیو پلیر و ساوند پلیر رو مختلف پلیر ها رو پلی میکنیم، مش مو ویدیو یا موزیک او اپلیکیشن است و دیگه سیستم ساوند که است همی دیوایس که کنکت میکنیم، قسم که درس گذاشته خوانده بودیم، یا دیسکنکت میکنیم
این در مجموع ساوند مربوط سیستم میشه. حالا اگر من اینجا ببینید یک کلیک بکنم ساوند داره، این سیستم ساوند است. همین سیستم ساوند ما با کدام اندازه باشه میتونی که پخش بکنه. حالا اگر متوجه شوین وقتی که من کلیک میکنم، حالا بسیار یک ساوند ضعیف داره به اندازه 6%. خب اگر بیم در سپیکر رایت کلیک بکنیم، اینجا هم همی اپشن ها رو ما شما داریم. ترابل شوت هست، خود بخش ساوند هست، پارشل ساوند هست، دیگه میکسر هست. بریم در میکسر، از اینجا میتونی که شما سپیکر هست ساوندش انتخاب بکنیم، ماستر ساوند هست، سیستم ساوند هست. اینجا میتونی که شما پخش بلند بکنین یا موتش بکنین. و اپلیکیشن ساوند هست در صورتی که ما شما میدیا پلیر ها داشته باشیم یا فعلا پریمیر رن هست. اینه دوستو، در اینجا شما میتونید که ساوند پریمیر هم برش انتخاب بکنین، و از ریکاردنگ هم هست میتونید انتخاب بکنین. خلاصه اپلیکیشن ساوند ها رو شما میتونید از اینجا تنظیم بکنید که با کدام اندازه ساوندش باشه. این بود در مجموع بخش ساوند که ما شما بس کردیم بالایش. بعدا میریم در قسمت نوتیفیکیشن اند اکشنز. خب دوستو، اولین بخش که هست فعلا بخش کویک اکشن یا اکشن سنتر است، که این کویک اکشن در قسمت طرف کنج پایین تسباره ما شما اکشن سنتر میگیم. این بخش اکشن سنتر وظیفش چی است؟ که تمام نوتیفیکیشن ها یا مسیج های سیستم یا کامپیوتر ما شما در اینجا ظاهر میشه، که ما میتونیم توسط همین مسیج ها گفتنی های سیستم رو ببینیم و برش رسیدگی بکنیم یا اطلاع پیدا بکنیم. خب در اینجا اگر بیایم بگویم که امی اکشن سنتر خودمون میخوایم که ادیت بکنم، میایم در ادیت کویک اکشن. فرض کنین فعلا در این بخش پایین ازی که ما شما آپشن ها را داریم تمام اینی آپشن ها هست، من این را در مجموع کلش آف میکنم، تمام ازی را آف کردیم. حالا دن اگر بگویم در قسمت اکشن سنتر ما شما کدام آپشن نداریم، حالا کدام آپشن هایی که ضرورت ما هست او را فعال می سازیم. میریم در بخش Edit Your Quick Actions، از اینجا برش میگیم Add. حالا چی کارم هست؟ مثلا میگیم که وای فای باشه، دیگه چی باشه؟ Hotspot باشه، دیگه از اینجا بیتری سیور را میخوام داشته باشم، و دیگه آپشن های زیره برای فعلا ما کار ندارم، بلوتوت هم باشه دیگه بس، و خود برایتنس هم اینجا باشه. دن میگیم حالا مو چهار آپشن هم شما در اینجا قرار گرفته، و برایتنس هم میتونه که شما از اینجا کم زیاد بسازه. فعلا به یه اندازه درست است. دیگه قسمت نوتیفیکیشن است. در اینجا نوتیفیکیشن دوستا مسیج هایی که ضرور است چی در این قسمت باشه چی در قسمت لاک سکرین. در اینجا ای اردو موقعیت همی مسیج ها را میگه اینجا شو بکنم یا نبکنم. در لاک سکرین است، مثلا ریمایندر در لاک سکرین است، تمامه این مسیج ها را. خب بیاین از این قسمت پایین انتخاب بکنیم که از کدام اپلیکیشن بر ما مسیجش نوتیفیکیشنش ضرور است که ظاهر بسازه و از کدامش نیست. فرض کنیم ما میگم که از بخش میل و گوگل کروم بر ما همین مسیج هایش نشان بده، دیگه از قسمت های دیگر بر من دکشن سنتر شو نکن. مثلا اوتو پلی هم باشه، کمند سنتر ایلین ویر هم بر من مسیجاش نشانده، از فاکست اپدیتر هم نشانده، هم از میل کروم باشه، و این قسمت فون لینک فعلا موبایل ما وصل نیست. اگر این آپشن رو فعال می باشم میتونی که آن آف بکنی. از ستنگ، از مایکروسافت استور، از واتساپ، خلاصه از این اپلیکیشن ها و ستنگ ها شما میتونی در کمپیوتر دان فال بکنین که نوتیفیکیشنش را ظاهر بسازه در این قسمت یا نسازه. خب فعلا ما تنها می سه اپلیکیشن گفتیم که بر ما نوتیفیکیشن هایش را ظاهر بسازه. این بود در مجموع بخش نوتیفیکیشن اند اکشنز. خب حال میم در قسمت فوکس اسیست. کی فوکس اسیست هم ارتباط به نوتیفیکیشن ها میگیرم. خب در اینجا اگر ما بگوییم که فوکس اسیست آف باشم، ای چی میکنه که تمام نوتیفیکیشن ها را چی از کانتکتس باشه چی از اپلیکیشن ها باشه بر شما اینجا نشان میده در بخش نوتیفیکیشن ایریا. دیگه اگر بگوییم پریوریتی آنلی، باز در این صورت ای فقط برای
نوتیفیکیشن ها یا اپلیکیشن هایی را که ما مشخص میزادیم و را چی میکنم نوتیفیکیشن هایش را نشان میده، بقیه را مکمل در بخش اکشن سنتر میارده. اینجا دوباره کدام لست را که ما تهیه کردیم از او اپلیکیشن ها را در اینجا بر شما پاپ اپ میکنه، ظاهر میزاده، بقیه را مستقیم در نوتیفیکیشن در قسمت اکشن سنتر را بر میگه. حالا ما میایم پریوریتی اونلی را انتخاب میکنم، بعد بخش کستومایز یور پریوریتی لست میریم. در اینجا اولی که خب میگیم از لحاظ کالز، اگر تلفن ها میه، زنگ ها میه، مسیج ها میه یا ریمایندر ها میه، یا را تمامش بر من نشان بده، یا ای که اگر ریمایندر هستی را بر من نشان بده. اگر این دوتا را آف میکنیم در این صورت یا را بر ما در قسمت نوتیفیکیشن ایریا شو نمیکنم، چی کال باشه، چی تکست باشه، چی ریمایندر باشه. پس یا را فعلا آن میکنم. دیگر در بخش پیپل اگر کانتکس داشته باشیم، قسمی که روز گذشته خواندیم با شما، در اینجا گفته که نوتیفیکیشن های کانتکت هایی که پن شده باشه در اینجا وارا بر ما نشان بده. خب اگر بین در قسمت تاسک بار سیتنگ یا اینجا اگر بویم شو پیپل آن تاسک بار، در اینجا اینی پن کانتکت ها هست که بر ما شما یاره نوتیفیکیشن هایش نشان میده. اگر ای را آف بکنم از این کانتکت ها را بر ما شما نشان نمیده. خب فعلا این را چک میکنیم که نشان بده و بجز از این چند کانتکت دیگه که داشته باشیم، به طور مثال مشخص خواسته باشی که از اون کانتکت ها را برات نشان بده نوتیفیکیشن هایش، اینجا اد بگو. باز این قسمت هر کسی که باشه، به طور مثال ما میگم که از عمران مسعودی را تمام نوتیفیکیشن هایش بر ما شو کن، دیگه اشخاص دیگه که باشه میتونی سلکت بکنی. خب آل عمران مسعودی هم در لست نوتیفیکیشن ها قرار گرفته. بعد از اون میریم در بخش اپس، اپلیکیشن هایی که بر ما نوتیفیکیشن هایش نشان بده. فعلا این اپلیکیشن ها هست، میگم از این نیر بای شیرینگ اگر باشه ما ستینگ هم کار ندارم، در این لست قرار نداشته باشم. دیگه از بخش سکیچ هم نباشه، دیگه از ایکس باکس کمپانی هم نباشه و در اخیر ایکس باکس گیم بار هم نوتیفیکیشن هایش ظاهر نشده. اما چند اپلیکیشن ما میخوام خودم که ظاهر بسازم، بالای کلیک کرده از اینجا میای میگم اوتو پلی را بر ما ظاهر بساز. دیگه کدام اپلیکیشن هایی که ضرورتت بود میتونی از اینجا انتخاب بکنی و دیگه گوگل کروم میگم ظاهر بساز. حالا دوستا بجز از اینمی اپلیکیشن ها و این کانتکت ها دیگه از هیچ کس نوتیفیکیشنش در اینجا بر ما ظاهر نمیسازن، اون نوتیفیکیشن ها مستقیم در اکشن سنتر میگن. اگر بریم از اینجا بگویم نه الارم اونلی، یعنی هیچ یک نوتیفیکیشن اینجا بر ما ظاهر نساز، نوتیفیکیشن ها را کلش در اکشن سنتر ببرد این قسمت، اما فقط وقتی که کدام الارم می باشه الارم در اینجا بر ما نشان بده. الارم در صورتی که شما از اینجا از بخش کلاک از اینجا کدام الارم ست کرده باشه این کدام تایما، او رو باز نوتیفیکیشنش اینجا نشان میده، بقیه دیگه رو نشان نمیده. خب فعلا ما این آف میکنم و میگم که تمام اپلیکیشن چیره نوتیفیکیشن ها رو بر من نشان بده. شما میتونید حتی اینجا رول هم ایجاد شده، بعض اوتوماتیک رول ها هسته، به طور مثال از اینجا تایم مشخص شده، گفته شده که از تایم 11 پی ام تا به 7 پی ام نوتیفیکیشن ها رو ظاهر نساز هر روز، یا مثلا روزهای هفته، یا میتونین انتخاب کنین به جز از روزهای هفته کاری ویکند روزا باشه، یا ای که از فوکس لیول میتونی که انتخاب کنی الارم آنلی باشه یا پریوریتی آنلی باشه. لست که پیشتر در اونجا گفتیم، گفته شو ا نوتیفیکیشن این اکشن سنتر وین فوکس اسیست از تون دان اوتوماتیکلی، میتونی که ای را هم انتخاب بکنی برش که نوتیفیکیشن های اکشن سنتر در صورت که فوکس اسیست فال باشه شوکو. خب به هر حال اینجا میتونه تایم تغییر هم بتین که در اینی تایم ها فرض کو می پریوریتی اونلی فعلا انتخاب است، یعنی تمام نوتیفیکیشن ها را آف بکن و در قسمت پایین هم گفته که شو می سامری of what I missed while focus assist was on، در صورتی که من ایره انتخاب میکنم و از اینجا فالا می باشه تایم، در اینی تایم 11 تا 7 اگر کدام مسیج ها از اینجا از پیش من مس میشه بازور کلش لست شد من نشان بده.
خب میتونی از اینجا برش انتخاب بکنی تایمر. دیگه چی گفته؟ گفته when I'm duplicating my display اوتومات باز الارمانلی انتخاب باشه، وقتی اگر من با کلم پروژکتور یا دیسپلی دیگه وصل میکنم، یا وقت گیم بازی میکنم، یا وقت کلم اپلیکیشن رو به شکل فول اسکرین یوز میکنم، الارمانلی انتخاب باشه، یعنی نوتیفیکیشن ها رو برمون نشان نده، اما با سمریش داخل برمون نشان بده. این موضوع فوکس اسیست بود که ما شما انتخاب کردیم در قسمت نوتیفیکیشن ایریا کدام موضوعات از این ظاهر شود. و یک اپ دیگه که در بخش اکشن سنتر اگر اینجا آیکن اکشن متوجه باشه، وقتی من این آپشن را فعال می سازم، چون آل ساعت 10 بجه است، ساعت 10 است، اگر بیام این تایمش تغییر می دهیم، ساعت فرض کو از ساعت 9 بجه این تایم شروع شود تا ساعت 7. سعی کنین این میال ای چی شده؟ تطبیق شده. از چی میفهمیم که تایم تطبیق شده؟ که خواهد این تایمش مشخصه. دیگه اکشن سنتر سعی کنین یک آیکنک بالایش آمده و نوتیفیکیشن همی مسیجک شما میگه که فعلا تایم فوکس اسیست آن است. و اینجا یک آیکنک کوچک در قسمت نوتیفیکیشن ظاهر میشه. اگه یک آف بکنم باز در این صورت یا مو آیکنک باید ظاهر نباشه اینجا. خب آل چون الارمانلی انتخاب است، آفش اگر بکنم اینجا نیست. خب این وقت سلکت بکنم اوتوماتیک الارمانلی انتخاب میباشه میشه، به خاطر از اینکه در تایمی که ما شما ست کردیم فعلا در تایم جریان داره. خب این موضوعات فوکس اسیست بود.